با نام و یاد آفریدگار بزرگ، با داستان دیگری از کانال باتیز در خدمت شما عزیزان هستیم. این داستان دختر زیبا و خواستگار پیرش. روزگاری یک دهقان که در روستایی زندگی می کرد باید پول زیادی را که از یک پیرمرد گرفته بود پس می داد. دهقان دختر زیبایی داشت که خیلی ها آرزوی ازدواج با او را داشتند. وقتی پیرمرد تمکار متوجه شد دهقان نمی تواند پول او را پس بدهد، پیشنهاد یک معامله کرد و گفت اگر با دختر دهقان ازدواج کند قرض او را می بخشد. دخترش از شنیدن این حرف به وحشت افتاد. پیرمرد کلاه بردار برای اینکه حسن نیت خود را نشان بدهد گفت اصلا یک کاری می کنیم. من یک سنگ ریزه سفید و یک سنگ ریزه سیاه در کیسه خالی می اندازم. دختر تو باید با چشمان بسته یکی از این دو سنگ ریزه را بیرون بیاورد. اگر سنگ ریزه سیاه را بیرون آورد باید همسر من بشود و بدهی بخشیده می شود. و اگر سنگ ریزه سفید را بیرون آورد نیاز نیست که با من ازدواج کند و قرض هم بخشیده می شود. اما اگر او حاضر به انجام این کار نشود باید پدر به زندان برود. این گفتگو در جلوی خانه کشاورز انجام می شد. زمین آنجا پر از سنگ ریزه بود. در همین حین پیرمرد خم شد و دو سنگ ریزه برداشت. دختر که چشمان تیز بینی داشت متوجه شد او دو سنگ ریزه سیاه را از زمین برداشت و داخل کیسه انداخت، ولی چیزی نگفت. سپس پیرمرد از دخترک خواست که یکی از آنها را از کیسه بیرون بیاورد. دخترک دست خود را داخل کیسه برد تا یکی از آن دو سنگ ریزه را بیرون بیاورد. او همین کار را انجام داد و با سرعت وانمود کرد که سنگ ریزه از دستش لغزیده و به زمین افتاده. پیدا کردن آن سنگ ریزه در بین انبوه سنگ‌های جلوی خانه دیگر غیر ممکن بود. در همین لحظه دختره گفت آه چقدر من دست و پا چلفتی هستم. اما مهم نیست. اگر سنگ ریزه ای را که داخل کیسه است در بیاوریم معلوم می شود سنگ ریزه که دست من افتاده چه رنگی بوده است. و چون سنگی که در کیسه بود سیاه بود پس باید طبق قرار آن سنگ ریزه سفید باشد. آن پیرمرد نتوانست به حیله‌گری خود اعتراف کند و شرطی را که گذاشته بود به اجبار پذیرفت و دختر نیز تظاهر کرد که از این نتیجه حیرت کرده است. دوستان عزیزم، لطفاً پیغام این داستان رو برای ما کامنت کنید. ممنون که تا پایان این ویدیو همراه ما بودید. اگه از این گونه داستان ها لذت میبرید، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید.